گفت که یه فلسفی از مکتب می اومد فلسفی خار زلیل یعنی فلسفی منظورش من ذهنیه من ذهنی شنید اینو گفت که با بیل و تبر آب رو از زیر زمین میاریم بالا و منظور از بیل و تبر همین وسایل من ذهنیه پس من ذهنی این سوال رو میشنوه همین سوالی که الان داریم میکنیم ما سوال اینه حالا که آب زندگی در اعماق وجود شما نهان شده اینو شما حس میکنین دیگه برای اینکه زندگی ندارید برای کسانی که زندگی رو حس نمیکنند، بیشتر مردگی رو حس می کنند. پر از خشم و چینه و این لحظه رو دوست ندارن پر از نارضایتی هستند بیشتر مردم اینطوری هستن و در غزل امروز خوندیم که اگر شما در این لحظه نارضایتی داشته باشید لحظه بعد مهمون ناجور به تو میرسه نارضایتی نباید داشته باشید الان سوال اینه که آب نهان شده آب رو یکی مخفی کرده بعد توضیح میداد اگر آب را از سرچشمه قطع کنم چه کسی آب رو باز میکنه من ذهنی میشنوه اینو میگه که با وسایل ذهنی با همون فکرها با منطق و استدلال و اینا نه اینکه منطق و استدلال جا داره در جهان بیرون ولی آب زندگی رو میخوایم رو بیاریم و زنده بشیم به اون بعد این فلسفی خواب میبینه میخوابه تو خواب میبینه که یک آدم بسیار قوی حیکلی یه سیلی محکمی زد در گوش این و چشاش کور شد این قصه است دارم استخان بندیشو رو خدمت شما عرض میکنم از خواب بیدار میشه و میبینه که کور شده و مولانا اونجا چند تا نتیجه گرفت گفت که اگر به هوش میومد و میگشت از این راه میگفت که من ذهنی نمیتونه با وسایل من ذهنی با همین حرس و نمیدونم استدلال و جدل و ستیزه و اینکه من خرد و بیان میکنم اون یکی مزخرف میگه از اینها اگر دست بر میداشت یه راهی براش بود میگه از اینا دست بر نداشت راه هم براش باز نشد تا زمانی که اون راه رو ادامه میده ولی مولانا دوباره در اون قصه راه نشون میده و تمثیل میزنه دوباره و میگه که اگر ما تسلیم بشیم امکان باز شدن آب وجود داره و مثال زکریا رو میاره زکریا در قصص الانبیا هست و این قصه رو میاره که میگه زکریا یک مردی است که پیر شده و زن پیری هم داره از خدای اولاد میخواد به دلش الهام میشه که تو یه پسر خواهی یافت میگه من از کجا بفهمم میگه از اونجا که سه روز سکوت میکنی خب خیلی پر خیلی پرمعنیه مولانا بهمون اون میاره در وسط قصه من فقط اون نکاتی رو که مهمه میگم شما بریم بخونید چیزهای زیادی اون تو هست پس حالا که ما من ذهنی من قوی شده مثل زکریا به خدا میگیم که به ما یه فرزند بده فرزند چیه؟ فرزند همون اشاری و حضوره برای اینکه اسم پسر اون میشه یحیا یحیا به نظرم از حی میاد یعنی زندگی و کارش شستشو دادن و تمیز کردن این کار یحیا و مسیح و بشارت میده یعنی چی؟ یعنی اگر ولو اینکه ما پیر هستیم هشتا سالمونه چه میدونم مونه سالمونه سه مونه و ایال ما هم پیش شده ایال ما ذهن ماست تمثیل دوباره و ما میگیم که این ذهن ما دیگه خرفت شده مگه میشه که من بچه دار بشم ولی میگه سه روز سکوت کنی حالا سه دقیقه سکوت کنی سه لحظه سکوت کنی نشانه اینه که یحیا داره میاد یعنی تو صاحب همچه اولادی خواهش خب اینم باش فعلا از اینم شما یک معنی میگیرید بعد آخر قصه میگه که این چه جور توصیف شاه که ما میکنیم کسی در توصیف شاه میگه که شاه حسیر باف نیست مثلا میخواد شاه رو تعریف کنه میگه من میگم شاه حسیر باف نیست این چجور توصیفیه اینم یعنی چی میگه شما میخواین خدا رو توصیف کنید باید با بودنتون توصیف کنید یعنی باید تبدیل بشید به زندگی زنده توصیف خدا اینه ولی به جای اون یه چیز دیگه میشید مثلا هرس میشید یا خشم میشید یا نه اصلا حرف میشید حرف می‌شین که باش هم هویتید من میگم اینطوریه خب وقتی شما میگین اینطوریه و اینو به ظهور میرسونید معنیش اینه که تو خ... گفتی خدا مثلا هرس نیست برای اینکه تو الان هرس رو نمایش دادی درست مثل اینکه بگویدیم بگو شاه چه جور آدمیه شما بگویدیم شاه من میگم حسیر باف نیست و اینکه تعریف نشد این ما از کجا بفهمیم شاه چیه پس به هر صورتی که ما در میاییم در این لحظه که در غزل هم گفت به هر صورت همی گفتم منانم ما خدا رو زندگی رو اونطوری توصیف میکنیم گفت این توصیفم نارواست بلا فاصله مصنوی موسا و شبانه میاره در مصنوی موسا و شبان که انشالله جزیاتش رو میکنیم موسا میرسه به چوپانی به تلفظش شبان هست درستش موسا به شبانی میرسه که چون همه میگن شبان ما میگیم شبان به شبانی میرسه به چوپانی میرسه میبینه که چوپان داره مناجات میکنه و خلاصش خدا را به صورت تبدیل کرده و میگه که تو کجای من چاکر تو بشم من چارو تو بدوزم و نمیدونم موقع خوابیدن جا تو تمیز کنم و دست تو ببوسم دستوهای کچلو تو ببوسم و پای تو به مالونم راحت بشی و پیشت شیر بیارم و و ای به یادت هی هی و هی های من یعنی به یادت شادی میکنم شادی های من همه به یاد توست این داره در وصف خدا میکنه و موسی میگه که تو با چی داری صحبت میکنی گو با خدا خدا چه صورت نیست اگر تونه بندی این کفر تو باعث میشه که آتشی بیاد همه رو بسوزونه و اگر آتشی هم نیومده به این دود چیه اصلا تو دود, گرفتاری و دعواش میکنه بعد شبان که اینو میشنوه جامعهشو میدره و میذاره میره و بعد وحمیات سوی موسا قصه داره میگه خلاصش که تو بنده ما رو چرا جدا کردی و پس از صحبت هایی که خدا با موسی میکنه موسی متوجه میشه که چه اشتباهی کرده و دنبال شبان میدوه و اونو پیدا میکنه و میگه که تو پس از این دیگه هیچ آدابی و ترتیبی مجو هرچی میخواهد دلی تنگت بگو